دانشجویان خواستار روشنگری و ارائه فکت‌شیت ایرانی هستند. وظیفه تیم مذاکره کننده نسبت به این مطالبه چی است از نظر شما؟ فکت‌شیت ما که قبل از آمریکا منتشر شد، ما تعجب میکنم. ببینید، شبی که اون تفاهم انجام گرفت بین ایران و پنجه به اضافه یک و اون بیانیه‌ای که در لوزان اعلام شد، یک ساعت قبلش همه شما خود خبرگزاری ها منتشر کردید. از همه خبرگزاری های معروف ایران یه فکشیتی رو منتشر کردن و همون رو هم رسانه های خارجی اعلام کرد. جمهور اخیرا تو شیراز فرمودن که فکشیت ایرانی حتی قبل از اون منتشر شده و من تو اینستاگرام آقای تخت روانچی دیدم که این متن هست. حالا آقای ظریف که تو برنامه نگاهی گفته بودن نه اصلا قبلش هم چه اتفاقی نیفتاده بود. نه من عرض میکنم که ایشون گفتن که ما همین حرفایی که میزنیم میشه فکشیت ایرانی، همین چیزی که آقای دکتر صالحی میفرمود. خب نباید اینو مثلا اما در این حال عرض میکنم که امروز یکی از روزنامه، فکر کنم روزنامه خراسان بود، چاپ کرده اصلا فکشیت ایرانی در همون زمان عرشبت منتشر شده. خیلی هم با متن به اصطلاح بیانیه مشترک متفاوت نیست. یعنی ما که نمیخوایم واقعا عرشبت که زیادی خواهی بکنیم، ما حرف خودمون نمیخوام بگیم. من کبیان. این نکته رو عرض بکنم بعد ایشون بفرمایید. بله اب نداره، من این رو عرض بکنم که در مورد این که اصرار بکنیم فکشیت ایرانی رو اینا باید منتشر بکنن، یک نوع باز بی‌اعتمادی به این تیم هستی است. ما وقتی بهشون اطمینان داریم، قرار است که از حقوق هسته‌ای ایران دفاع بکنن، قرار نیست که یه حرفای دیگری رو برن اونجا به کرسی بنشونن. ممنون آقای بزرپاش. نظر شما چیه؟ حالا راجع به فکشیت من عرض کنم، البته من آقای دکتر فرمودن که حرف با ربطی زدید، فرمودید که IR8 رو پذیرفتن، کجای متن اومده؟ من ندیدم، شما به من بگید کجای این متن که بنده. آقای دکتر صالحی تو برنامه عرشبت که نگاه یک صراحتن گفتن که قرار است که تو متن توافق نوشته بشه. اینا پشت قصه بوده؟ بله نه اصلا شیشش هم نیومده، چهارش هم نیومده. کجای متن اومده که ما تحقیق توسعه داریم؟ اینم بفرمایید که کجاش اومده صریحا. خب توی بحث همون فردو شما ببینید که به یه مرکز تحقیق و توسعه تبدیل میشه و اونجا باید پیشرفتایی که داشته. اگه تحقیق توسعه، یعنی ما بریم تو فردو تحقیق توسعه که میخوایم انجام بدیم، ببخشید مگه بیکاریم بریم 70 متر زیر زمین تحقیق توسعه؟ تو هم دانشگاه تهران و شریف و امریکا بریم. حالا ببینید اینا نکاتیه که شما به زبان زبانی میخواید بگید، بلن بگید متن تو متن اومده دیگه. نیومده دیگه، حالا عرض کردم شما بخونید پس بی زحمت. این متنی که الان اینجا هست میخواید از رو من براتون در بحث بعدش بفهمم. بله در موضوع متنی که انگلیسی اگه ملاک نکنید، خب من خوندم تو همین متن انگلیسی که شما میفرمایند که تحریما چجوری برداشت میشن، بس ما رو تحریماست بیشتر. مثلا اصرارم که از آقای دکتر رو همین تحریما بمونیم، برای مردم اینا خیلی مهمه، مردم میخوان ببینن کی این تحریما با چگونه برداشت میشه یا برداشت نمیشه. خب ما تو ژنو پذیرفته بودیم که همه تحریمای مربوط به هسته‌ای ژنو که باز به اونم انتقاد وارد بود، سند مادر اینه دیگه، همه تحریم‌های مربوط به هسته‌ای، انرژی، تکنولوژی، مالی، اقتصاد. تو اینجا خب انرژی و تکنولوژی نه حذف شده، فقط گفته مالی اقتصاد هم قید زده. برای اروپا رو گفته که محدود، یعنی اجراش موقت میشه مالی اقتصادی. برای آمریکا گفته اجتازه، برای آمریکا تعبیر کلمه انگلیسی که برای اروپا ویل ترمینید استفاده کرده، برای آمریکا ویل سیز استفاده کرده. ویل سیز، مثلا من به شما یه مثال بزنم، سیز فایر لغت انگلیسی که برای آتش بس استفاده مون. یعنی طرفین فعلا همه چی متوقف، نه زیر ساخت، نه قانون گذاری، هیچ کدوم برداشت نمی‌کنه، حتی اجراش هم موقت متوقف بشه. تازه برای امریکا گفته تحریم‌های ثانویه و فرامرزی، یعنی تحریم‌های درون امریکا باز میمونه. حالا برای شورا امنیت، خب بله در گذشته گفته شده اینا چیزه، اینا ارزش نداره، از امام یاد گرفتن دوستان گفتن، حرف جدیدی هم نبوده. منتها الان دوستان تو اینی که اینو پذیرفتن، حرف ما اینه که اونایی که ما گفتیم همه چی که میدونیم مسیر مصوبات شورای امنیت، ما برای چی میگفتیم قطعنامه غیر قانونی؟ چون که مسیرش رو طی نکرده. این مسیرش اول باید در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب میشد، بعد ارجاع میشد به شورای امنیت، بعد میشد قطعنامه علیه کشور ذیل فصل 7 یا جای دیگه.
این هیچ کدوم از شورای حکام نیومده بود، برای ما میگفتیم غیر قانونیه. الان که یکی از ایراداتی که به این وارده، حتما آقای دکتر که خودشون استاد علوم سیاسی هستن میدونن و مستحضرن، اینجا یعنی ما عملا اونایی که غیر قانونی میگفتیم الان باید بگیم همش قانونیه، همش هم درسته، اصلا هم کاغذپرینی، خیلی هم کار خوبی کردید علی ما بحث کردید. بعد همه این چند تا تحریمای تیکه پاره‌ای که گفتن می‌خوایم برداریم، بس کردن به چی؟ بس کردن که بعد از اینکه آژانس تایید کرد همه اقدامات ایرانو، اون تحریم‌ها برداشته میشه. طبیعت اینجوری نیست. رو ماجرای فکت شید. بالاخره قرار کی تحریم‌های ما رو برداره؟ قرار کشور لوکزامبورگ تحریم ما رو برداره. خب ما با آمریکا یا با چند کشور داریم مذاکره، اینا محور تحریمان دیگه. میگن اینا که فکت شیدی که اونا گفتن دروغه، نیست. خب بچه تکذیب رسمی نمیشه. حالا دیروز پیروز شنیدم که منتقدین حافظه ندارن، قبل از آمریکایی منتشر شد. آقای صالحی در مجلس تشریف آوردن، گفتن که دست قرار وزیر خارجه فکشیت رو منتشر کنه. چرا اون موقع نگفت قبلش ما منتشر کردیم؟ آقای ظریف فرمودن به زودی منتشر خواهد شد. چرا اون موقع نگفتن قبلش ما منتشر کردیم؟ اومدن جلو گفتن اصلا فکشیت نیازی نیست، همین صحبت‌های ما فکشیت ماست دیگه. چرا نگفتن قبلا منتشر شد؟ حالا از دیروز پیروز گفتن حواستون نیست منتقدا، این از قبل منتشر شده و شما خبر نداری. این که نشد که. ملت برخه، ملت ما ملت باشعور سطح بالای طرفیم، همه دارن رصد میکنن اخبار و بقایا. نکته بعدی، اگه این مطالبی که در این گزاره برگ یا فکشید طرف خارج اومده که چیزی شبیه فاجعه است، من یک دو بندش برای شما بخونم، به نظرم خیلی میخواد خیلی کوتاه که برنامه کمی که یکی دو تا. اگه این اشتباهه، نه طرف ایرانی تکذیب میکنه، خب میگیم تکذیب کنی که نمونه و بمونه در اسناد که تکذیب شد، نه طرف ایرانی درستش رو منتشر بکنه. نه ما با 6 کشور داریم مذاکره میکنیم، یکیش امریکاست. خب اون 5 کشور هم تکذیب نکنن. روسیه که اخیراً ما تاییدم که گفت همین درسته، همشون هم تایید کردن. پس درسته، حتما یه چیزایی هست دیگه. یه نفر مقام اومد گفت آقا بخشش درسته بخشش غلطه در ایران. یکی اومد گفت نه اینی که اینا میگن نیست. گفتیم بابا تو حرف در جلسه کمیسیون در سخنرانی فلان دانشگاه اینا موضوعیت نداره، رسما بونی سند منتشر کنید. من یک دو جمله شو بخونیم. اینی که در گزاره برگ اومده چیزی شبیه فاجعه است، شما نگاه کنیم. ایران در صورتی که به صورتی قابل راستی آزمایی به تعهدات خود پایبند باشد، تخفیف تحریمی دریافت میکند. یعنی چی؟ اصلا تخفیف تحریمی یعنی چی؟ حتی تعلیق هم نمیگن، تخفیف تحریم. هر کدوم اینا به لحاظ لغت‌های انگلیسیش خودش بار معنای خودش به نظام حقوق بین الملل. ایران در صورتی قابل راستی آزمایی تعهدات خود را انجام دهد، یعنی چی؟ یعنی ما فوردو رو تعطیل کنیم. فوردو داره میچرخه، بله خالی میچرخه، سانتریفیوژا چرخید ولی خالی داره میچرخه متاسفانه. امیدواریم زندگی مردم خالی نچرخه، اون درست بچرخه. نتن به 5000 تا میشه، زیر ساختاش جمع میشه، فوردو اونجوری میشه، عراق اونجوری میشه. کی گفته؟ مگه ما با یه دکمه زدن سری هسته‌ای میشیم که بازگشت پذیری ما به این راحتیه؟ حداقل 3 سال زمان میبره. ولی چون که اونا زیر ساختای قانونیشو بر نمیدارن، در کسری از ماه میتونن تحریما رو وضع کنن. چون که در حوزه و جمله آخرن، در حوزه تحریمی یه بس قانونی و قانونگذاری، یه بس اجراه، تمام. اینا همش گفتن اجرا رو برمی‌داریم، اونم موقت، یعنی قانونیش برجا. یعنی برگشت پذیری اینا برای وضع تحریما در کسری از ماه اتفاق میفته. برگشت پذیریم و به همین وضع موجودمون بخوایم برسیم، حداقل 2.5 تا 3 سال طبق تخمین خود کارشناسا زمان می‌بره.